خداوند بخشنده مهربان، خانم رئیس جمهور، خانم مریم رجوی، آقایان و خانمهای ارجمند، به امید قبولی روزه و عبادت همگی شما من میخوام سخنانم رو خلاصه کنم. ما سازمان خبات کردستان ایران هستیم و بیش از 3 دهه هست که در مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری آخوندی هستیم و رهبر و بنیانگذار سازمان خبات امام مستصفی جلال حسینی حدود 67 سال در مبارزه علیه رژیم شاه و رژیم خمینی بوده. ما با اون تاریخ مبارزاتی که داریم از نزدیک با سازمان مجاهدین خلق آشنا هستیم و میدونیم که سازمان مجاهدین خلق از همون اوایل یکی از مشکلات و اختلافاتی که با خمینی و رژیم خمینی داشتن سر حقوق ملت کرد بودن و خود برادر مسعود رجوی خیلی اصرار داشتن بر این که حقوق خودمختاری برای ملت کرد تصویب بشه و وقتی که ایشون به عنوان کاندیداتور انتخابات ریاست جمهوری خودش رو کاندید کرد، مردم کردستان همگی میخواستن به ایشون رأی بدن. مواضع مترقی خواهانه و ضد ارتجاعی ایشون و ضد استبدادی ایشون موجب شد که مردم کردستان ایشون رو دوست داشته باشند و هنوزم که هنوزه مردم کرد که انشالله این رژیم سرنگون بشه و همه به ایران برگردیم، حتما ایشون کاندیداتور و نماینده مردم کرد در ایران خواهد بود. من که از نزدیک دوستان مجاهدین، برادران و خواهران مجاهد رو در مناطق کردستان ایران دیدم و باشون برخورد کردم، اونا انسانهای آزاده بودن که هیچ وقت هیچ گونه فشاری بر مردم کردستان ایران وارد نکردند و همیشه با متانت و خوبی با مردم رفتار کردند و حتی مقراتشون همیشه مأوای مردم بوده و اون بیمارستان هایی که دایر کردند در دهات و مناطق کردستان همیشه به مردم کرد رسیدگی کرده و هنوز این خوبیا در خاطر ذهن مردم کرد ماندگار است. مجاهدین با اون رفتارهای خوبی که داشته، نه اینکه در کردستان ایران، تونسته در کردستان عراق صمیمیت و یعنی خوبی خودش رو به مردم کردستان عراق هم نشون بده و مجاهدین محبوبیت خاصی داره میان اقشار مردم کردستان عراق، به خصوص اون روشنفکرها و پارلمانتارهای کرد در پارلمان عراق و پارلمان کردستان. من سخنانم رو پایان میدم با سلام و درود به همه شما و به رزمندگان قهرمان در شهر اشرف و شهر و لیبرتی. امید به پیروزی و سرنگونی رژیم آخوندی. تشکر.